پلیس روسیه ادعا دارد که متهمان به قانون شکنی از آخری سال گذشته تا ماه ایون امسال برای قانونی کردن حضور 500 شهروند خارجی مساعدت کردند. اینی زمان در خوابگاه های مهاجران هم عملیات گسترده ادامه دارد. هفته گذشته ماموران پلیس در چارچوب تحقیق یک پرونده جنایی بیش از 400 مهاجر را در یک خوابگاه مسکو بازداشت کردند به اطلاع کمیته تفتشاتی مسکو در این مؤسسه 439 شهروند خارجی حضور داشتند همه ای آنها را برای تفتیش به شعبه میلیس انتقال دادند این نوار را کاربران رادیو آزادی از یک خوابگاه دیگر فرستادند مصاحبان ما میگویند که نیروهای انتظامی ساعت چهار صبح به خوابگاه آمده همه را تا ساعت دوی نصف روزی در فرش خنوک به شکم خواباندند. اگر کسی سر بالا می کرد، به رحمانم میزدند. به گفته همصوبتان ما حجت همهی همه مهاجران درست بود. نظامیان بعد از تفتیش لباس و اشیای ساکنان خوابگاه را تگرو کرده و پولهایشان را گرفتند. به معمولیت خوابگاه امر داده شده است که این مؤسسه را بسته مهاجران را بیرون کنند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز دهم ده سپتامبر به شهروندان جمهوری توصیه داد که از سفر به روسیه خودداری کنند این اظهارات در حال نشر شد که هفته های اخیر راه ندادن مهاجران تاجیک به روسیه و اخراج آنها از این کشور بیشتر شده است عملیات به ضد مهاجران و مهاجر ستیزی در روسیه بعد از ماه مرد پس از حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس اوج گرفت مقامات روسیه در این حادثه اکثرا شهروندان تاجیکستان را متهم می‌کنند حمله‌ای که شبهه و گمان درباره دست داشتنی تاجیکان در آن زیاد است